فصل هشتم. در آن روزها بار دیگر جمعیت زیادی دور عیسی جمع شد و چون غذایی نداشتند، عیسی شاگردان را خواند و به ایشان فرمود: دل من به حال این جمعیت می سوزد. سه روز است که آنها با من هستند و چیزی برای خوردن ندارند. اگر آنها را گرسنه به منزل بفرستیم، در بین راه از حال خواهند رفت، چون بعضی از آنها از راه دور آمده اند. شاگردان در جواب گفتند: چگونه میتوان در این بیابان برای آنها غذا تهیه کرد؟ عیسی پرسید: چند نان دارید؟ آنها جواب دادند: هفت نان. پس به مردم دستور داد روی زمین بنشینند. آنگاه هفت نان را گرفت و بعد از شکرگزاری به درگاه خدا نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین مردم تقسیم کردند. همچنین چند ماهی کوچک داشتند. عیسی خدا را برای آنها شکر کرد و دستور داد آنها را بین مردم تقسیم نمایند. همه خوردند و سیر شدند و هفت زنبیل پر از خورده‌های باقی مانده جمع کردند. آنها در حدود 4000 نفر بودند. عیسی ایشان را مرخص فرمود. پس از آن فوراً با شاگردان خود در قایق نشست و به منطقه دلمانوته رفت. فریسیان پیش عیسی آمده و با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از او آیتی آسمانی خواستند. عیسی از دل آهی کشید و فرمود: چرا مردمان این زمانه به دنبال آیت هستند؟ یقین بدانید هیچ آیتی به آنان داده نخواهد شد. پس از آن عیسی آنان را ترک کرد و دوباره در قایق نشست و به طرف دیگر دریا رفت. شاگردان فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند و در قایق بیش از یک نان نداشتند. عیسی به ایشان فرمود: از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس برحذر باشید و احتیاط کنید. شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند: چون ما نان نیاورده‌ایم او این را می‌گوید. عیسی می‌دانست آنها به هم چه می‌گویند، پس به ایشان فرمود: چرا درباره نداشتن نان با هم بحث می‌کنید؟ مگر هنوز درک نمی‌کنید و نمی‌فهمید؟ آیا دل و ذهن شما هنوز کور است؟ شما که هم چشم دارید و هم گوش، آیا نمی بینید و نمی شنوید؟ آیا فراموش کرده اید که چگونه آن پنج نان را بین 5000 مرد تقسیم کردم؟ آن موقع چند سبد از خورده های نان جمع کردید؟ گفتند: 12 سبد. عیسی پرسید: وقتی نان را بین 4000 نفر تقسیم کردم، چند سبد پر از خورده های نان ها جمع کردید؟ گفتن: 7 سبد. پس عیسی به ایشان فرمود: آیا باز هم نمی فهمید؟ عیسی و شاگردان به بیت سیدا رسیدند. در آنجا کوری را پیش عیسی آوردند و از او خواهش کردند که دست خود را روی آن کور بگذارد. او دست کور را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشمهایش آب دهان مالید و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید: آیا چیزی می‌بینی؟ او به بالا نگاه کرد و گفت: مردم را مثل درخت‌هایی می‌بینم که حرکت می‌کنند. عیسی دوباره دستهای خود را روی چشمهای او گذاشت. آن مرد با دقت نگاه کرد و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی می‌دید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. عیسی و شاگردان به دهکده‌های اطراف قیصریه فیلیپوس رفتند. در بین راه عیسی از شاگردان پرسید: مردم مرا چه کسی می‌دانند؟ آنها جواب دادند: بعضی‌ها می‌گویند تو یحیای تعمیددهنده هستی. عده‌ای می‌گویند تو الیاس و عده‌ای هم می‌گویند که یکی از پیغمبران هستی. از ایشان پرسید: به عقیده شما من کی هستم؟ پتروس جواب داد: تو مسیح هستی. بعد عیسی به آنان دستور داد که درباره او به هیچ کس چیزی نگویند.
آنگاه عیسی به تعلیم ایشان پرداخت و گفت: لازم است پسر انسان متحمل رنج‌های زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود طرد و کشته شود و پس از 3 روز زنده گردد. عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت، به طوری که پتروس او را به گوشه‌ای برده ملامت کرد. اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با پرخاش به پتروس گفت: از من دور شو ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود: اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه‌آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می‌آید، از او عار خواهد داشت.